در یکی از ثروتمندترین ایالت‌های آمریکا، تگزاسی‌ها با بی‌برقی، بی‌آبی و بی‌غذایی در سرمای زیر صفر دست و پنجه نرم می‌کنند. نزدیک به 500,000 خانوار در تگزاس شب گذشته را بدون برق گذراندند. اول نیروگاه‌های برق از کار افتاد و بعد بی‌برقی زنجیره تأمین غذا، آب و گاز را مختل کرد. نینا همراه با همسرش و پسر 18 ماهه‌اش در غرب هیوستون، چهارمین شهر بزرگ آمریکا، 48 ساعت بی‌برقی را پشت سر گذاشته. تمامی سیستم‌های خونمون، حتی اجاق خوراکپزیمون برقی هستش و با این بچه کوچیک 18 ماهه ما انقدر حتی سختی داشتیم که واقعا شاید بگم 30 ساعت 35 ساعت ما هیچ نوشیدنی گرمی نخورده بودیم. تمام سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها و اونایی که بازن کیلومترها صف و مسئله کرونا هستش که مردم درست ماسک زدن ولی همه پشت هم توی مغازه‌ها یا تو صف‌ها مجبورن وایسن. چند تا لوله داشتیم بیرون خونه ترکیده، آبگرمکانمون خراب شده، کار نمیکنه. یه مشکل زیادی هم هست که برای لوله ها چون همه ترکیدگی لوله دارن و هوا هم سرده، پیدا کردن لوله کش خیلی الان سخت شده. مقام های محلی میگویند آب لوله کشی تنها بعد از 2 دقیقه جوشیدن قابل مصرف است، تازه اگر لوله های یخ زده نترکند و وضع بدتر نشود. دیشب بعد از 2 روز برق اومد ولی آب نداشتیم. حالا بالاخره آب وصل شده ولی این دفعه همه جا رو گرفته. برخی محققان میگویند سرمایه بی سابقه‌ای که ایالت‌های معمولاً گرم آمریکا را فرا گرفته، پیامد گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است. فرماندار تگزاس که روزهای اول گناه را گردن نیروگاه‌های بادی و انرژی‌های تجدیدپذیر انداخته بود، حالا پذیرفته که اشکال کار جای دیگری است. حقیقت اینه که ایالت تگزاس به نیروگاه‌های برق موجود به خاطر سرمای شدید یا خرابی تجهیزات دسترسی نداره. در پایتخت که از طوفان قطبی در امان نمانده، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بعد از تگزاس در اوکلاهوما و لوئیزیانا هم اعلام وضعیت اضطراری کرده. کاخ سفید که روز پنجشنبه اعلام کرد نزدیک 60 ژنراتور را همراه با سوخت برای اماکن حیاتی چون بیمارستان‌ها و تصفیه خانه‌ها فرستاده، تأکید کرده آنچه بخشی از آمریکا در این چند روز پشت سر گذاشته نشان می‌دهد تغییرات اقلیمی موضوعی واقعی است که آمریکا هنوز برای رویارویی با آن آماده نشده است. مهرنوش پورزیایی، BBC، واشنگتن.